در شرایطی که تنش‌ها بین پیونگیانگ و واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای کره شمالی بالا گرفته و اوضاع منطقه متشنج‌تر از همیشه است، رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که رهبر این کشور از یک ایستگاه نظارتی بر تمرین‌های نظامی مبتنی بر پریدن با چتر از هواپیماهای سبک کماندویی نیروهای ویژه بازدید کرد. کره شمالی دو روز پیش و در پی اعزام ناوگروه جنگی آمریکا به شبه جزیره کره هشدار داده بود که برای جنگ آماده است. هر گونه نشانه تهاجم واشنگتن به پیونگیانگ با حمله اتمی به خاک آمریکا مواجه خواهد شد. شهروندان کره شمالی هم به اقدام آمریکا مبنی بر اعزام ناوگروه جنگی واکنش نشون دادند. اکنون آمریکا ناوهای هواپیمابر مجهز به سلاح هسته‌ای خود را برای تحریک ما به جزیره کره فرستاده، ولی ما هراسی نداریم. اما هر کس در پی ترساندن ما باشد، با قدرت از خود دفاع خواهیم کرد. از سوی دیگه مقامات پیونگیانگ با فراخواندن خبرنگاران خارجی از اونها خواستن آماده رویدادی مهم باشند. این درخواست در حالی بیان شده که 200 خبرنگار خارجی حاضر در پیونگیانگ خودشون رو آماده میکنن تا رویدادهای 150مین سالگرد تولد کیم ایل سونگ، بنیانگذار حکومت کره شمالی رو که روز شنبه است مخابره کنن. نخست وزیر ژاپن هم اعلام کرده کره شمالی احتمالاً از قابلیت پرتاب موشک‌های حامل گاز اعصاب سارین برخورداره. این احتمال وجود داره که کره شمالی تا کنون به توانمندی تجهیز موشک‌های خود به کلاهک‌های حامل گاز سارین دست پیدا کرده باشه. از سوی دیگه منابع خبری کره جنوبی هم با نزدیک شدن به مراسم سالگرد تولد بنیانگذار کره شمالی از انجام آزمایش هسته‌ای جدید و قریب الوقوع پیونگیانگ خبر دادن. پکن هم بر حل مسالمت‌آمیز مسئله کره شمالی تأکید کرده. ما اصرار داریم که با خلع سلاح هسته‌ای در شبه جزیره کره صلح و ثبات در این منطقه حاکم شود و معتقدیم که مسائل باید از طریق گفتگو و مشورت و به صورت مسالمت‌آمیز حل شود. گفته میشه چین از سوی آمریکا پیامی رو به رهبران کره شمالی ارسال کرده که باید از برنامه هسته‌ایشون دست بکشن. کارشناسان معتقدند اینکه کره شمالی از فرصت سالگرد تولد بنیانگذار این کشور برای انجام آزمایش جدید هسته‌ای استفاده بکنه دور از ذهن نیست. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما، پکن.